با گناه تروریسم و افرادگرایی به 12 سال زندان محکوم کرده است. در این باره خویشاوندانش روزی 8 ژانویه به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که حکم عادلانه نیست. مولای وی 35 ساله که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم میشد، با گفته نزدیکانش سال گذشته با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان بازگشت و روزی 21 سپتامبر سال 2019 بازداشت گردید. خیرالدین مولایف پدری صدرالدین در صحبت با رادیو آزادی گفت جزایی که دادگاه برای پسرش تعیین کرده است بسیار سخت است و آنها از این حکم به دادگاه بالایی شکایت میبرند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله. سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان شبکه فیسبوک و یوتیوب، امیدوارم که همه کس صحت و سربلند باشید. با من یک چند سخن گفتنیم اویدی نفرایی که بازداشت شدن از جانب رژیم خودکامه رحمانوف و خطاب به هموطنا کنم که نفرایی که میگفته که رژیم رحمانوف میبخشد یا که اینطور میکند، دعوتوی میکنه خودی نفروی است که مثال گویو از حکومت رحمانوف دفاع میکنید یا که وزارت کارهای داخله نفروی است تو معرفی با نام اوگلونی روزیس میگیم یا که با قول ششم دل یا با قول که کارگری کمیته امنیت و دعوی میکنه که نفرایی که مبارز هسته یا که در روی حق هسته بزید رژیم رحمانوف شما چکو کدگی قیام کدگی و رحمانوف یک چند قانون براورده است گویو که چکو کده است رحمانوف آف میکند نفرایی که گویو بزید رحمانوف چکو کدن صحبت کدن یا که یکون کمبودی جامعه را گفتن و آنها را خودی رژیم خودکامه رحمانوف چکا کرد در خط سیاه پتو و باز هم میخواهد که از اون نفر را چکا کند، یعنی آف میکنه نفری که اصلا خودی بنده من نمیدونم چی گناه کردم، مدامه که برای یک لایک موندن یا که یک فکر نظری خود در جامعه چی در شبکه فیسبوک چی در یوتیوب در کجایی که فکر نظر مطرح کنی و اون نفر حتما در رژیم خودکامه رحمانوف افراطی یا که به قول خود تروریسم و اکستمیسم می شود. و نفری بود که سال گذشته، خطا نکنم، یک نفری تبلیغی بود سال گذشته در شبکه اینترنتی دور می زد. اون نفر چکا کرد؟ دعوت شد از ترکیه و تاجیکستان و اون نفر حتی در شبکه اینترنتی چرخ میزد که من یک نفری بودم که از جماعت تبلیغ بودم و اون نفر طلبی عفو کرد گویو چی گناه که است من نمیدونم، خودی همون نفرم نمیدونه که گناهش چی است و اون نفر درگ یفته است که در خط سیاه پرتفته شده است، یعنی در روز پرتفته شده است و از رژیم خودکامه رحمانوف طلبی عفو کرده است و وزارت کارهای داخله با نامی خطا نکنم شاید نهایی عریضه نوشته است و اون نفر موردی عفو قرار دادن و از بین یک چند مدت میگذره اون نفر چکو میکنه ماهی سپتامبر تقریبا سال گذشته 2019 اون نفر بازداشت میشود و امروز در رادیو آزادی تماشا کردیم علاکه اون نفر چکو کرد 12 سال حکم زندان گرفت و اون نفرهایی که شما میگوید که رحمانوف میبخشد یا آف میکند و من مطمئن هستم که رحمانوف هیچگاه نمیبخشد و آف نمیکند، چون که همه ما و شما شاهد حال بودیم که نفری که یعقوب سلیم وزیر کارهای داخله بود جان خود را فدا به این دیکتاتور رحمانوف فدا کرده بود اون نفر را به چکا کرد سالهای طولانی زندان کرد و امثال اینها چندین نفرهای بود که به مثل سنگک سفروف که خود اون نفر آمده بود رحمانوف در بالای کسی مانده بود و اون نفر حتی سنگک سفروف هم رحم نکرد به فرزندهای او سنگک سفروف. ببینه که فرزندهای سنگک سفروف و سالهای طولانی یا که حکمی عبد داده شد و چندین نفرهایی که جان خود را برای این رژیم خودکامه رحمانوف دفاع کردم و اون نفر را
رحمانوف نیستن و بود کرد و ما و شما به این رژیم چی باور کنیم که اصلا ما یک نفر بدیم که نه پشتیبانی از نفر کردیم یکان کاری که به رحمانوف نکده بدیم و ما را گویو که می بخشن. و نفرهای گفتیم در بالو که در بالو که خود را جان خود را دفاع کردن با آنها رحم نکرد کجا برسد که به یکان نفری که روحانی باشد یا آزاداندیش باشد یا یکان نفری دیگر باشد. و باقی در امان خدا باشید هموطنهای عزیز و این فریفته های رژیم خودکامه رحمانوف نشوید دیگر، گرچنده که ما میدونیم که در حکومت رحمانوف طول چندین هفته شد که علاقه این رژیم رو باز فشارها رو بالای روحانیون بالای آزاداندیشون جاری کرده ایساز و نفرهایی که به طرف بده و میگفته که تاجیکستان تنج است، شما میگه شما خوین هسته و مطمئن باشه که امروز بالای سری اون نفر مرد، فردا حتما بالای سری شما میاد، چون که ما چندین طول چندین سال ها است که در همین روی مبارزه هستیم و مردم رو دعوت میکنیم که این مردم هوشیار بشه که همسایت و ظلم کرده ایسان و شما چکو کرده گرفته سنگ زده که ما تنجیم و همسایم یکم گناه داشت که اون نفر بودن زندانی کردن یا که سرتش کشیدن یا یکم کارش کردن و همسال دیگر کنم و مطمئن باشه که امروز حتما به سر شما میان. او نفرهایی که با نام لو هستید، نمیدونم چاپلوس هستید، کسی هستید در منبرهای رژیم رحمانوف حمایت از این رژیم رحمانوف میکنه و شما مطمئن باشه که امروز یا فردا یا شما را میبرن این رژیم رحمانوف زندانی میکنن یا که یکان نفری نزدیک شما را چکا میکنن میبره زندانی میکنن. باقی در امان خدا باشه، صحبت طولانی نمیکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.